سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه تا سرزمین جنوبی. علی صداقتی هستم، با قسمتی دیگر از برنامه ویزای اسکیل در خدمت شما دوستان هستم. درود، دامون آریان هستم، خوشحالم که در خدمتون هستیم. امیدوارم اطلاعاتی که ارائه میشه برای شما مفید و فایده باشه. در جلسه گذشته به صورت کامل با آقای آریان در مورد ویزاهای مهارت صحبت کردیم. در این جلسه تصمیم داریم به موارد باقی مونده از این ویزا بپردازیم. جناب آریان، در برنامه قبلی به اینجا رسیدیم که یک فرد میتونه برای یک نوع خاص از ویزای مهارت اقدام بکنه. بفرمایید چه مراحلی رو پیش رو داره و به صورت گام به گام اگر برای بینندگان عزیزمون توضیحات بیشتری رو بفرمایید ممنون میشم. خواهش میکنم. من اول تشکر بکنم، خیلی فیدبک ها و بازخوردهای خوبی داشتیم، سوالات زیادی پرسیده شد. این برنامه که تمام بشه حتما تو قسمت های بعدی سعی میکنیم که به سوالاتتون جواب بدیم. خیلی خیلی ممنونم بابت انرژی های مثبتی که برامون فرستادی توی برنامه قبلی. خب برنامه قبلی آقای صداقتی به اینجا رسیدیم که آیا من میتونم اقدام کنم برای ویزای تخصصی استرالیا یا نه، و اگر میتونم برای کدوم یکی از کلاس ها و انواع این سگانه این ویزا میتونم اقدام کنم. الان توی این برنامه ببینیم که خب چیکار کنم، چطور اقدام کنم، چطور میتونم این کار رو انجام بدم. به نظر خیلی پیچیده میاد کار. آیا واقعا اینقدر پیچیده است؟ آیا میتونم انجام بدم خودم؟ آیا نیاز به کمکی دارم؟ صحبت میکنیم در موردش. امیدوارم که جواب خیلی از سوالات داده بشه. حتما کانال های ارتباطی مون هم بازه که سوالات شما رو بگیریم، به صورت خاص شرایط شما رو بررسی کنیم و بهتون اطلاع بدیم. به هر حال برگردم به سوال شما. چهار یا پنج مرحله وجود داره برای ویزای اسکیل. اگر شما باید حتما مدارکتون رو از اون سازمان های ارزیابی کننده، همون اسسینگ اتوریتی ها که جلسه قبل صحبت کردم، ارزیابیشو بگیرید، خودتون رو معرفی بکنید به عنوان کسی که میتونه تو اون شغل خاص کار بکنه. مرحله دوم اینه که یک اصطلاحی هست به اسم Expression of Interest EOI اصطلاحاً میگن، ثبت بکنید در سیستم آنلاین اداره مهاجرت که من این فرد هستم، این مدارک و این سوابق کاری، این ارزیابی مثبت، این نمره زبان رو دارم، این تحصیلات رو دارم، این امتیازات رو کسب میکنم توی سیستم شما. ادعا بکنید که این امتیازات رو کسب میکنم و میخوام اقدام بکنم برای مهاجرت. گفتم 4 یا 5 مرحله به خاطر اینه که برای ویزاهای اسپانسری مشخصا شما باید اسپانسر ایالتی، مشخصا شما باید درخواست اسپانسری ایالتی هم بدید که میشه مرحله سوم، در مورد اونم صحبت میکنیم. از ایالت درخواست بدید، به ایالت درخواست بدید، ازش تاییدیه بگیرید. مرحله بعد میشه دریافت دعوتنامه که داره مهاجرت برای شما دعوتنامه میفرسته، میگه که بسیار خوب، شرط شما پذیرفته شد، شما میتونید اقدام کنید برای مهاجرت. و مرحله آخر هم که دیگه میشه خانه آخر این داستان، ارسال پرونده به اداره مهاجرت و که دیگه بعدش هم روال طی میشه تا ویزا رو بگیرید. بسیار خوب، ممنونم. در اول صحبتاتون در مورد سازمان ارزیابی کننده گفتین، جلسه گذاشتم به صورت کلی در مورد سازمان‌های ارزیابی کننده متفاوت مثل ACS، سازمان مهندسی استرالیا و غیره توضیحاتی را دادید. بله. ممنون میشیم در این جلسه بیشتر در مورد این سازمان ارزیابی کننده به ما و بینندگان عزیزمون توضیح بدیم تا با این سازمان ها بیشتر آشنا بشیم و مراحلشون رو بدونیم که دوستان ما چه کارهایی رو باید انجام بدن برای این سازمان ها. خواهش میکنم، سوال خوبیه. ببینید، من کلن اینا رو، این سازمان های ارزیابی کننده هر کدومشون شرایط خاص خودشونو دارن، یعنی بر اساس اینکه شما مدرک تحصیلی، سابقه کارتون توی چه حوزه‌ای باشه، چه شغلی رو انتخاب کرده باشید، در قسمت اول، فاز اول، کلا ممکنه مسیرهایی که برای پروندهتون میرید متفاوت باشه دو نفر مختلف بر اساس سازمان ارزیابی کننده. سازمان هایی هستن که از شما حتما سابقه کار میخوان، مثلا سازمان ACS Australian Computer Society برای متخصصین کامپیوتر هستش، شما برنامه نویس هستید، شما
متخصص شبکه هستید، شما بیزنس انالیست کامپیوتر هستید، آی سی تی بیزنس انالیست هستید، شما به هر حال تخصصی دارید که به آی سی تی ارتباط داره، بعد از این سازمان تاییدیه بگیرید. خیلی نیاز به سابقه کار دارن، حتما بررسی میکنن اگر شما مدرک تحصیلیتون مرتبط باشه با رشته دایی، یعنی مثلا درخواست رشته مهندسی نرم افزار کردید، مدرک تحصیلی لیسانس معادل لیسانس استرالیا دارید که توی حوزه نرم افزاره، مثلا در این حالت از شما 2 سال سابقه کاری میخوان. اگر مدرک لیسانس دارید معادل نیست، از شما 4 سال میخوان. مدرک لیسانس معادل دارید مرتبط نیست، از شما 4 سال میخوان. اگر فوق دیپلم دارید 5 سال. به هر حال یه جدولی دارن، یه جدول مشخصیه، توی اون میتونید ببینید که برای هر شرایط چقدر دقیقا سابقه کار نیاز دارن. و اگر شما ریزو نمراتی که میفرستید، سابقه کاری که ارسال میکنید براشون با فرمت خاصی که بازم تو سایتشون هست خیلی مشخص، حالا بیشتر هم اگر لازم دونستید سوال پرسید جواب میدم خدمتون که تو نامه سابقه کار چیا باید باشه، میفرستید، اینو بررسی میکنن، به اساس سابقه کارتون به شما ارزیابی رو میدن. یه نوع دیگه هم داره ACS، میگن RPL، که اگر شما مدرک تحصیلی مرتبط نداشته باشید، مدرک تحصیلی اصلا نداشته باشید، با نوشتن یک گزارش و حالا 6 یا 8 سابقه کار میتونید ارزیابیتون رو بگیرید. ظاهرا قوانین جدیدی برای این مسئله هم وضع شده. بله بله بله. میشه توضیح بدین که چه مواردی بوده در مورد RPL که فرمودید؟ آها بله، در مورد RPL این چند وقت گذشته ACS نمیدونم حالا به این نتیجه رسیده بودن که این گزارش ها RPL خیلی کپی میشه. اینم خوش گفتید که من بگم سعی کنید حتما از گزارش RPL کسی دیگه کپی نکنید، چون توی این 1-2 ماه اخیر سیستم های کامپیوتری پیشرفته گذاشتن که اصلا چک میکنه اگر اینا یکسان باشه با کسی دیگه، از کسی کپی دیگه کرده باشید یا مثلا حتی خیلی کم تغییرات داده باشید اذیت میکنن رو RPL. حتما حواستون باشه، خوب شد پرسیدید اینو. آره این گزارش هم خیلی موضوع وضعیت مشابهی هم مثلا اینکه در سازمان مهندسی استرالیا داریم، اگر در مورد این سازمان و روندش هم توضیح ارائه بفرمایید ممنون میشم. آره من داشتم یه تقسیم بندی هم میکردم، مثلا ACS سابقه کار نیاز داره، سازمان وتسس که خب خیلی و رشته های زیادی رو ارزیابی میکنه و توی بازه گسترده ای تقریبا یکی از مهمترین سازمان های ارزیابی کننده مدارک هستش در استرالیا، اون هم نیاز به سابقه کار داره. توی جدول مشخصی میگه که بر اساس گروه های شغلی چقدر سابقه کار نیاز هست، که اینا رو سعی میکنیم لینکاش هم بذاریم که ببینید، چون به این جزئیات نمیتونیم بگیم، توی سوالات اگر جزئی بخواید براتون جواب میدیم. وتسس حتما سابقه کار میخواد، اما مثلا انجینز استرالیا لزوما سابقه کار نمیخواد. یعنی شما اگر بتونید نشون بدید که شرایط رو دارید بهتون ارزیابی رو میدن. شرایط چیه تو انجینز استرالیا؟ اگر شما لیسانستون رو توی کشور خاصی گرفته باشید، استرالیا حالا کشور میگم واشنگتن اکورد، توی این کشور گرفته باشید که بازم لیستش هست، لیسانس مرتبط با مهندسی گرفته باشید، چون اینا بین همدیگه سازمان‌های مهندسیشون قراردادهای همکاری دارن، مدرک مهندسی شما رو قبول میکنن و مستقیما به شما تاییدیه میدن بدون نیاز به سابقه کار. شما نیاز دارید که گزارشی ارائه کنید که بهش میگن اصطلاحاً CDR. توی این گزارش باید شما 3 تا پروژه کاری در لول مهندسی ارائه بکنید که تخصص مهندسی خودتون رو در رفع مشکلات در طراحی استفاده کردید. حالا اگر که باز هم مواردی داشتیم فردی بوده مستقیما تا فوق لیسانس خونده، از طریق پروژه های لیسانسش و فوق لیسانسش تونستیم این گزارش ها تهیه بکنیم، کارش هم انجام شد، یعنی لزوما نیاز به سابقه کار نیست، ولی معمولا کار به این سمت میره که بالاخره شما باید یک چند تا کار عملی کرده باشید که یه جای کار کرده باشید که بتونید این گزارش ها رو بنویسید. یکی از دیگه از سازمانه که گزارش میخواد مثلا SSSI، مثلا برای نقشه بردار گزارش هست شما میخواد، حالا گزارش خیلی سنگینی نیست. نکته این که شما اشاره کردید انجینز استرالیا هم سختگیری داره روی کپی کردن CDR ها، چون اون هم پیش زیاد اومده بود، ولی خب 1-2 سالیه که انجینز استرالیا هم روی این داستان حساسیت داره.
مثلا هر سازمانی شرایط خاص خودش رو داره صداقتی. مثلا TRA خیلی حساسیت بخواد، TRA برای رشته‌های فنی حرفه‌ای و تکنسین ها هستش، خیلی حساسیت داره روی اینکه سابقه کار شما واقعی باشه، اینکه اون جایی که کار میکردید یه جای واقعی باشه، اونا رو خیلی چک میکنه. برای یه سری رشته‌های فنی حرفه‌ای مصاحبه میذاره، باید شما مصاحبه بدید، برای بعضی اصلا امتحان داره، اون یه ذره داستان پیچیده تری رو برقرار میکنه. یا مثلا شما اگر تو رشته‌های علوم پزشکی باشید، معمولا به این صورتی که خیلی راحت مثل سازمان های انجینز استرالیا ICS و به تاسیسنا با ارسال مدارک از ایران و تایید اونها اسسمنتتون نمیگیرید، مجبور هستید که بیاید داخل استرالیا یا کشورهایی که برگزار میشه امتحان بدید. مثلا وقتی رجیسترد نرسید یا مید وایف هستین، ماما هستید، باید برید از NMAC ارجایی بگیرید. اونا حتما از شما گزارش چیز میخوان، امتحان میخوان، یا اینکه باید بیاد داخل استرالیا دوره رجیسترد نرس ببینید. یه زیاده شرایطشون مثلا برای جی پی ها اینا شرایطشون خاص هستش. فکر میکنم حالا بسیار خوب، ممنون از توضیحات خوبتون. همونطور که میدونید زمان ما بسیار محدود هستش. سوالات دیگرتون هم میتونید از طریق کانال های ارتباطی ما، فیسبوک و ایمیل، از آقای آریان بپرسین و در جلسات بعدی ما توضیح خواهیم داد. اما به صورت کلی میخواییم در مورد اسپانسرهای ایالتی بیشتر صحبت کنیم. جلسه قبل توضیحاتی را در مورد اسپانسرهای ایالتی دادیم. یه سری رشته ها هستن که یک سری از ایالت ها میخوان، یک سری از ایالت ها نمیخوان. اگر لطف کنید در مورد اینها یه توضیحاتی را خدمت بینندگان عزیزمون ارائه کنید ممنون میشم. آره میگم وقتم محدوده، ولی خیلی اینجا میشه حرف زد، های صداقت واقعا خیلی میشه. امیدوارم سوالات پرسیده بشه، تو سوالات جواب دوستانو بدیم. ایالت ها بر اساس نیاز بازار کارشون، همونطور که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، درخواست رشته های مختلف رو اعلام میکنن. مثلا شما همتون میدونید وسترن استرالیا و کوینزلند خب ایالت هایی هستن که بازار کار نفت توشون فعاله. معمولا توی لیستاشون مهندس شیمی، نفت، معدن هست. حالا میارن میبرن، بعضی سالا هست، بعضی مثلا توی سال ممکنه یکی دوبار باشه نباشه، ولی عملا ایالت هایی هستن که اصولا اینجور رشته ها رو درخواست میدن. یا مثلا ACT و ساوت استرالیا، ادلاید، کمبرا، اینا خب رشته های علوم اداری، رشته های بازرگانی، اینجور رشته ها رو زیاد معمولا میخوان. ویکتوریا مثلا خیلی وقتا میدونیم یه سری رشته های خاص و ویکتوریا همیشه دنبال اسپانسر باید براش باشیم. مثلا شما برای رشته مثل کمیست، مثلا کارشناس، کسی که کارشناس آماره، یا مثلا کسی که شما مدیر تحقیق توسعه جایی هستید، اینا رو. بسیار خوب، ممنونم جناب آقای آریان. یک دغدغه بسیار بزرگی که اکثر بینندگان ما دارن این هستش که میخوان اسپانسر بگیرن. آیا زمان این، خب به هر حال هر کدوم از این ایالت ها یک لیست داره که مشخصا تو بعضی از برهه های زمانی این لیست ها رو اسپانسر میکنن، بعضی وقتا این لیست ها هست میشه. درست. چه زمانی این اهمیت داره که شغل اونها توی لیست باشه؟ آیا زمانی که اقدام به شروع پروسه میکنن، زمانی که قراره به مرحله اسپانسری برسن؟ در این خیلی سوال خوبیه عزیزم. ببینید وقتی که شما میخواید تصمیم بگیرید که میخواید اقدام کنید برای مهاجرت به استرالیا و اگه شرطو دارید یا نه، شما میرسید به اینکه رشتهتون مثلا تو لیست CSOL و SOL نیست، و یا اینکه امتیازاتتون به حدی که باید برسه نمیرسه، به هر حال شما باید از طریق ویزای 190 یا 489 اسپانسر ایالتی اقدام کنید. وقتی به اینجا میرسید شما هنوز هیچی ندارید، هنوز نه اون نمره IELTS که لازم هستش احتمالاً ندارید، هنوز ارزیابیتون از سازمان اسسمنت کننده نداشتید. میرید سراغ لیست ایالت ها، میبینید رشتهتون هست و مثلا میگم ساوت استرالیا رشته شما رو اسپانسر میکنه، نیازی هم که داره 3 سال سابقه کار و آیس 6.5، میگید اوکی من میتونم اینو بگیرم. در این زمان کارتون شروع میکنید، سازمان وتاسس، مثلا شما کاستمر سرویس منیجمنت هستید، میخواید در سازمان وتاسس ارزیابیتون رو بگیرید، 4 ماه طول میکشه. آیستون میخواد بگیرید، 5 ماه طول میکشه. تموم شد، این حاضره، میخواید همونطور که گفتم مرحله بعدی EOIه،
یعنی اول ارزیابیتون بود بعد ای آی میرسه به ای آی ثبت ای آی همه چتون خوبه میخواد اسپانسر ایالتی درخواست بدید میره سراغش میگه داده بیداد لیستم دیگه نیستش. به خاطر همین یک شمشیر دولبه است اینجا که هر دو رو باید در نظر بگیرید، یعنی حتی ممکنه برعکسش باشه، مثلا شما انجام میدید میبینید که نیستش، میگید خب انجام میدم میرید جلو، بعد 4 ماه دیگه تغییرات ایجاد شده که اومده لیستتون. تغییرات عمده های صداقتی تجربه میگه معمولا تو هول و هوش مثلا آگست تا سپتامبر اکتبر تو تغییرات عمده ایالت ها انجام میدن. این یه نکته ای که باید حواستون باشه. تریس کردن این لیست ها، صحبت با دوستای با تجربه تر، اینا کمکتون میکنه که به یه از کنم خدمتون برآورد خوبی برسید. و خب خیلی وقتا هم هستش که باید ریسک بکنید که امیدوار باشید که حالا اون رشتتون تو لیست بمونه. بسیار خوب، ممنونم از پاسختون. فرمودید ای او آی، یه توضیحی هم در مورد نحوه ثبت ای او آی بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید ثبت ای او آی به صورت آنلاین انجام میشه، یعنی شما توی سیستم اسکیل سلکت اداره مهاجرت باید برید ای او آیتون رو ثبت بکنید، بگید توی ای او آیتون که چه امتیازاتی رو کسب میکنید، چطور شما میتونید اقدام کنید برای مهاجرت، چه ریز نمراتی که ریز امتیازاتی که میخواین کسب بکنید و ادعا بکنید، و حتما حواستون باشه که این ادعا رو میتونید اثبات بکنید. بعد این فقط در حد ادعاست، یعنی شما میگید من این نمره آیسو دارم، این اسسمنت رو دارم، این سابقه کار دارم، تمام. بسیار خوب، فرمودید ای او آی را ثبت میکنن، برای اسپانسری اقدام میکنن، بعدش باید منتظر چه اتفاقی باشن؟ خب برای اسپانسری هم اقدام میکنن، هر وقت که مثلا اگه برای ویزا 190 اقدام میکنید، هر وقت که ای او آی تون ثبت شد، اسپانسری تون تایید شد، مستقیما دعوتنامه از اداره مهاجرت میگیرید. اما اگر برای ویزای مثل 489 فامیلی یا 189 اقدام کرده باشید، شما باید ثبت کنید، اداره مهاجرت بر اساس امتیاز متقاضی ها رو رد توی یه حال اصلا پول میگن، یعنی بر اساس امتیاز رتبه بندی میکنه، از امتیاز بالاتر هر دوره، هر معمولا الان اینطوریه که هر دو هفته یک بار دعوتنامه میفرسته، از امتیاز بالا شروع میکنه و بر اساس تاریخ که شما توی پول سیستم ثبت کردید به شما دعوتنامه میده. به هر حال باید منتظر باشید. الان اگر با 60 امتیاز توی اکثر رشته ها وارد پول بشید، معمولا الان بین یک ماه و نیم تا دو ماه طول میکشه تا بعد از دعوتنامه تون. ممنونم. سوال بعدی منم آقای آریان اتوماتیک پاسخ دادن. خواهش میکنم. اینویتیشن اومد، نحوه ارسال و ثبت پرونده در سازمان مهاجرت میرسیم، در این قسمت هم اگر توضیحاتی را ارائه بفرمایید ممنون میشیم. ببینید من اول بگم، حتما سعی میکنم این لینک هاشو بذاریم که چطور از کجا برید ای آی تون رو ثبت کنید، این سابمیت ای آی لینک هاشو میذاریم تو برنامه ها، حالا صفحه ای براش در نظر میگیم، لینک ها رو میذاریم که کجا برید ای آی تون رو چجوری ثبت بکنید. خیلی راحته، براتون یه ایمیل میاد، توی ایمیل نوشته که خب شما congratulations you received an invitation to apply for مثلا اسکیل ویزا سلشن. anyway. چه مدت فرصت دارن که اقدام کنن؟ آره، بعد از آره، بعد اونجا میتونید توی ای او آی تون که لاگین میکنید، تو اون سیستم ای او آی تون اسکیل سایت که لاگین میکنید نوشته اپلای ویزا، از روزی که اینویتیشن میاد معمولا 2 ماه فرصت دارید که ویزاتون رو اقدام بکنید، 60 روز باید اقدام میکنید. توی این 60 روز اقدام میکنید، پرونده رو آنلاین رو تا انتها میرید، همه اطلاعاتی که لازم هست رو وارد میکنید، 14-15 تا صفحه آنلاین پر میکنید، تا انتها میرید، هزینه رو پرداخت میکنید. هزینه رو بگم، هزینهش در حال حاضر برای فرد اصلی متقاضی که بالای 18 ساله حتما 3600 دلار استرالیا است، اگر فرد بالای 18 سال دیگه ای تو پرونده باشه برای اون فرد 1800 دلار، اگر فرد زیر 18 سال تو پرونده باشه 900 دلار، یعنی اگر شما یک خانواده هستید که یک زوج هستید و یک بچه، هزینه‌اش میشه 6300 دلار استرالیا، و هزینه رو پرداخت میکنید، پرونده‌تون لاج میشه، تاریخ میخوره، شماره میگیرید، میره تو سیستم اداره مهاجرت، بعد میتونید مدارکتون رو آپلود کنید، یعنی پستی لازم نیست چیزی ارسال کنید.
بسیار خوب، ممنونم. بعدش باید منتظر چه اتفاقی باشند دوستان عزیزمون بعد از اینکه پرونده لاد شد؟ بعد از اینکه پرونده لاد شد، فرستاده شد اداره مهاجرت، معمولاً بعد از این مدت کوتاهی یک کیس آفیسر تخصیص داده میشه به پرونده. سعی کنید توی این بازه تا کیس آفیسر تخصیص داده بشه، یعنی بعد از لاش تا کیس آفیسرتون تخصیص داده بشه پروندهتون، شروع کنید مدارک مورد نیاز رو بر اساس چک لیست ها آپلود بکنید. چک لیست ها چیه؟ مدارک سابقه کاریتون، مدارک شناساییتون مثل ترجمه شناسنامه‌تون، اگر متأهل هستید ترجمه سند ازدواج، سابقه کاراتون، اینا رو همه رو شروع کنید آپلود کردن، نامه اسکیل اسسمنتتون، آیلتستون، اینا رو همه رو آپلود کنید. آفیسر تخصیص داده میشه. اگر چیزی کم و کسر باشه از شما میپرسه. معمولا اکثر موارد فرم، یه فرم هایی هستش، فرم 80 و یا 1221 رو برای افراد بالای 18 سال میخوان که حالا مخصوص سکیوریتی چک ها هستن. سعی کنید اونم زودتر پر کنید که آماده باشه، تحویل آفیسر بدید که پروندهتون زودتر انجام بشه. موارد زیاد داشتیم که این ویزا زیر یک ماه هم صادر شده. به امید روزی که ویزای تمام دوستان و علاقه‌مندان به مهاجرت بیاد، ما هم خوشحالیم که در این برنامه در خدمتتون بودیم. به انتهای یکی دیگر از برنامه‌های ویزای مهارت رسیدیم. ما منتظر سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم تا در جلسات بعدی که به صورت پرسش و پاسخ برگزار میشه به سوالات شما پاسخ بدیم. ممنونیم از شما که ما را همراهی کردین در این برنامه، همچنین از آقای آریان که لطف کردن و به سوالات ما پاسخ دادن. به همراه آقای آریان از حضور شما مرخص میشیم و شما را به خدای بزرگوار می‌سپاریم. بنده هم خوشحال بودم که در خدمتتون بودم. امیدوارم اطلاعاتی که ارائه شد براتون مفید و فایده باشه. حتما منتظر سوالاتتون هستیم تا اطلاعات بیشتری در اختیارتون بذاریم. متشکرم. روز خوش، شاد و خرم باشید.